بچه ها سلام سلام سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال و سلامت و تندرست باشید. شاهین عباسیان هستم، دبیر درس فیزیک. خوشحالم که از این قاب میبینمتون. بعضیاتون رو برای اولین بار تو کلاس در کنار خودمون داریم، بعضیا دومین جلسه‌ایه که در کنارشون هستیم. امروز بچه ها از فصل مغناطیستون مبحثی رو انتخاب کردیم براتون، برای که بهتون درس بدیم، یه قسمتی رو با هم دوره کنیم، در کنار هم باشیم، هم برای آمادگی امتحان نهایی، امتحان مدرسه‌تون، همین که اگه نکته‌های تستی، البته در حد خیلی کم، اگه بتونیم رو اونم باهاتون کار کنیم. یه توضیح بدم برای بچه‌ای که سلام سلام بچه‌ای عزیزم، یه توضیح بدم برای دانش آموزایی که اولین بار ما رو از این قاب می‌بینن. لطفاً حتماً موقعی که من درس می‌دم چیزی ننویسید بچه‌ها. بچه‌ها می‌دونن من فایل پر شده که این جزوه تدریس هم رو کامل براتون آپلود میکنیم، تو پنل میذاریم، میتونید استفاده کنید، یعنی احتیاج نیست همزمان با من هول باشید که بنویسید. توضیح دیگه اینه که بچه‌ها یه همچین علامتی بالای اسکرینتون هست، تو این قسمت علامت اگر برید میتونید بچه‌ها جزوه خام رو دانلود کنید، زیر دستتون داشته باشید، ولی به هر حال عجله نداشته باشید برای نوشتن، چون اینا کاملا در اختیارتون قرار خواهد گرفت و انشالله میتونیم که از اینا استفاده بکنید. اما جان الان میگم بذارن بچه ها جزوه مغناطیس رو الان میگم براتون بارگذاری بکنن، یه هماهنگ بکنید با بچه های فنی. بذارن الان میفرستیم بچه ها واسه تون. اجازه بدید من بگم جزوه رو بارگذاری کنن. خب خب اما بچه ها اگر آماده ایدی اوکی به من بدید میخوام درس رو شروع کنم. بودو میخوام بتره کنیم ها؟ چشم چشم، لینک هم براتون میزنم. بچه این از بچه پشتیبانی بپرسید، من خیلی تعطیلم تو این چیزا، من فیزیکر رو بهتون انشالله سعی کنم خوب یاد درس بدم. شروع کنیم بچه ها، میخواییم مغناطیس رو شروع کنیم با تعریف آهن ربا. آقا آهن ربا چیه؟ میگه آهن ربا وسیله ایست که ذرات آهن و مواد مغناطیسی دیگر رو به خود جذب میکنه. قطب های آهن ربا چی هن؟ میگه در هر آهن ربا نقاطی وجود داره که خاصیت مغناطیسی در اون نقاط از بقیه نقاط بیشتره. به اون نقاط در اصطلاح میگن قطب های آهن ربا. اما نامگذاری قطب‌های آهنربا چجوریه؟ منو نگاه کنید بچه‌ها. میگن اگر شما یک آهنربا رو بتونید یه جوری قرار بدید که آزادانه حرکت کنه بچه‌ها، آزادانه به چرخه، مثل بچه‌ها مثل قطب نما، در راستای شمال جنوب جغرافیایی قرار میگیره. اون قسمتی که به سمت شمال میره رو همتون میدونید بهش میگن قطب N، و طرف دیگه که به سمت جنوب میره میشه قطب S. خب قطب های همنام آهن ربا هم که همتون میدونید همدیگر رو دفع میکنن، ناهمنام جذب میکنن. اما بیا اینجا مثال اول رو نگاه کنید، یه مثال بسیار ساده. میگه زمین آهن ربای بزرگی است که شمال آن قطب جای خالی و جنوب آن قطب جای خالی است. بچه ها نگاه کنید، گوش کن منو. نکته بسیار مهم در نامگذاری بچه ها، فرض کنید اینجا شمال کره زمینه، اینجا جنوب کره زمینه. شما اگر یک آهنربا رو، هر آهنربای میله ای رو قرار بدید بچه ها اطرافش بتونه آزادانه به چرخه، یه سمتش میره به سمت شمال که ما اسمشو میذاریم قطب N، یه سمتش میره جنوب که ما بهش میگیم قطب S. خوب دقت کنید، دقیق نه، حدودی اینجوریه. یه سمتی میره به سمت شمال که ما بهش میگیم قطب N، یه طرف میره به سمت جنوب قطب S. اولین نتیجه گیری خیلی مهمه. زمین آهنربای بزرگیست. بچه ها خیلی کلمه مهمیه. زمین خودش آهنرباست. زمین در اطراف خودش به طور ذاتی میدان مغناطیسی داره. یعنی شما میتونید زمین رو یک آهنربای بزرگ فرض کنید. زمین آهن رو بای بزرگی است که شمال آن قطب چیه؟ شمال آن قطب آباری کلا، شمال آن قطب S
و جنوب آن قطب ان است. چرا آقا؟ گوش کن بچه، شمال آن قطب اس، جنوبش قطب انه. شما هر آهن ربایی رو اطراف زمین بذارید، قطب انش میره سمت شمال. مگه ما نگفتیم قطبهای ناهمنام هم دیگر رو جذب میکنن؟ پس در مقام یک آهن ربای بزرگ، شمال قطب اس، جنوب قطب انه. شمال اسه که انه بقیه رو جذب میکنه به سمت خودش، جنوبم انه که اس بقیه رو به سمت خودش جذب میکنه. پس در مقام یک آهن ربای بزرگ، زمین آهن ربای بزرگیست که شمال آن قطب اس و جنوب آن قطب ان است. خب اگه فهمیدید اوکی به من بدید لطفا. یه اوکی بده. خب منو نگاه کن یه دقیقه، منو نگاه کن. یه سوال، این چون سوال مهمیه یادآوری میکنم. سوال، سوال کتاب درسیتونه، فعالیته. دو میله یکسان داریم که یکی آهن و دیگری آهن ربا است، با یک آزمایش تعیین کنید کدام آهن ربا است. خب گوش کنید بچه، سوال کتابه، سوال کتابه، گوش کنید حواسا به من. ببینید بچه ها، دست منو نگاه کنید، دست منو نگاه کنید. شما دو تا میله عین هم دارید، یکیش آهن، یکی آهن ربا. میگه بچه ها یکیشو نگر میداریم، اون یکی رو روی اون یکی حرکت میدیم. اگه در طرفین مغناطیس قوی تر بود، اونی که تو دستمون ساکنه آهن رباست که طرفینش هم قطباشه، جاذبه قوی تره. اما اگه بچه ها میله رو حرکت ندادیم، حرکت دادیم، خاصیت مغناطیسی یعنی جاذبه فرقی نکرد، میفهمیم میله ساکن من چیه بچه ها؟ آهنه. حالا گوش کنید بچه ها، منو نگاه کنید. پس میگیم یک میله را ثابت نگه داشته و دیگری را روی آن حرکت می‌دهیم. اگر در طرفین جاذبه قوی تر بود، میله ساکن آهنربا است، اگر نبود میله آهن است. فصل. خب اینم بچه ها چیز خیلی ساده ایه، چون تو کتاب اشاره کرده بود و تو امتحانای مدرسه احتمال داره بیاد، من یه یاداوری کردم. اما منو نگاه، میگه بچه ها خاصیت مغناطیسی، دیگه خوب گوش کن. اطراف هر آهنربا رو توسط خطوط میدان مغناطیسی نمایش میدن. خطوط میدان مغناطیسی بچه ها جهتش همون جهت عقربه مغناطیسیه. آقا عقربه مغناطیسی چیه؟ خوب نگاه کنید بچه ها، عقربه مغناطیسی یه چیزی شبیه قطب نماست، یه فلشه که نوکش قطب انه، تهش قطب اسه. البته اینجوری هم نشونش میدن، یه فلش حالت اینجوری بچه ها شبیه قطب نما میذارن، میگن اون طرفش که تو پره، البته بهتون میگه، میگه این ورش قطب N، این ورش قطب S. میگه بچه ها الان قاعده همه رو میگم، بچه ها همه رو میگم، خواهش میکنم گوش کنید بچه ها، لطفا با هم دیگه چت نکنید، من مجبور میشم وگرنه بگم چت رو خصوصی کنن، اینجوری فضای کلاس جالب نیست. چت خصوصی بشه اون حالت جذابیت کلاس برای منم از بین میره. خواهش میکنم وقتی من درس میدم حواستون به درس باشه، لطفاً لطفاً لطفاً. مرسی عزیزان، مرسی. میگه بچه ها جهت میدان همین جهت این فلش است. قاعده دست راستم میرسیم، همه مدل باهاتون کار میکنم، فقط خواهش میکنم کاملاً الان حواستون به درس باشه. میگه بچه ها چون جهت این
میشه جهت، میگه اینو هر طرفی بذاریم میدان اونوری میشه، خطوط میدان اونوریه. میگه بچه‌ها به خاطر همین خارج آهنربا جهت میدان از N به S، داخل آهنربا جهتش از S به N. بچه‌ها تنها داخل آهنربایی هم که میخونید شما داخل سیملول است، یعنی بجز سیملوله شما هیچ داخل آهنربای دیگه ای نمیخونید. حالا به وقتش راجبش توضیح میدیم. ببینید بچه‌ها، عقربه مغناطیسی یه پیکانه، نوکش N، تهش S. اشکال نداره آرمین، اشکال نداره، حواستون به درس باشه، الان درس تازه داره شروع میشه. اصل مطلب، عقربه یه پیکانه، نوکش N، تهش S. این نوکش که N همیشه میره سمت S وای میسته، تهش که S میره سمت N. به خاطر همینه که میگن خارج آهنربا جهت میدان مغناطیسی از N به S. مثلا نگاه کنید، ببینید بچه ها، شما فرض کنید من یک آهنربای میله ای ساده دارم، یک آهنربای میله ای ساده دارم، این قطب N، این قطب S. خوب گوش کن، قطب N و قطب S. خطوط میدان مغناطیسیشو میخوام بکشم. میگیم بچه ها میدان مغناطیسی از N خارج میشه به S وارد میشه، اینجوریه، از N خارج میشه به S وارد میشه، جهتش هم اینجوریه، از N خارج به S وارد، از N خارج به S وارد میشه. خب اما بچه ها یکی از چیزایی که خیلی شایعه، منو نگاه کنید، مثلا این نقطه رو نگاه کنید، نقطه A، این نقطه رو میذاره نقطه B، این نقطه رو میذاره نقطه C توی کنکور. نمیاد بهت بگه خطوط میدان رو بکشه، میگه یا آهنربای میله ایه، خب داخل نداره، اینا داخل ندارن بچه ها، داخل فقط داخل سیملوله، فاطمه فقط به جز داخل سیملوله هیچ کی نمیخواد بخونی. خب منو نگاه کنید، من چه ها، میگه میدان از N خارج میشه به S وارد میشه، اما توی کنکور چی بهت میگه؟ همین شکل رو میکشه، میاد میگه من عقربه رو در A و B و C گذاشتم، بگو کدوم وری وای میسته. بچه هر وقت بهتون گفت عقربه چجوری وای میسته، میدان رو میکشید، این ور داره خارج میشه، از این ور داره به این وارد میشه، جهت عقربه همیج میشه جهت میدان. مثلا این میدان اینجا این وریه، عقربه اینجا اینجوری وای میسته. الان تو نقطه B به من میگه عقربه کدوم وری وای میسته، اینجوری وای میسته. اگر به تو گفت در نقطه C عقربه چجوری وای میسته، عقربه اینجوری وای میسته. عقربه بچه ها فلشیه که نوکش N تهش S دیگه، S میره سمت N، N میره سمت S. خب بچه ها جهت قرارگیری عقربه رو فهمیدید؟ اگه فهمیدید اوکی بدید، مرسی. حالا فرض کنید یه مدل دیگه، میاد قطب N و S یک آهنربا رو جلوی هم میذاره، اینجا رو میذاره N، اینجا رو S، میگه باز خطوط میدان یه جوریه که از N خارج میشه به S وارد میشه، از N خارج به S وارد، اینجا حالا کنارش هم اینجوری میشه. مثلا به شما میگه بگید تو نقطه مثلا A یا تو نقطه B عقربه چجوری وای میسته. الان من بخوام بدونم تو A عقربه چجوری وای میسته، تو A عقربه اینجوری وای میسته، توی B عقربه اینجوری وای میسته. بچه هر وقت به شما یه سوال داد، قطب N و S داد، گفت در فلان نقطه فلان نقطه فلان نقطه عقربه رو رسم کنید یا عقربه قرار میدهیم، بگید عقربه چجوری قرار میگیره، خطوط میدان رو بکشید، از N خارج کنید به S وارد کنید، از N به S دیگه، جهتی که بچه ها عقربه وای میسته همون جهتیه که خطوط میدان وجود داره. یادت، ببینید بچه ها، عقربه مغناطیسی طبق قرار داد، یک عقربه یک بچه ها پیکانه، نوکش قطب N، تهش قطب S، جهت عقربه مغناطیسی همان جهت خطوط میدانه. هر وقت توی سوالی به شما گفت عقربه رو فلان جا گذاشتیم چجوری وای میسته، خطوط میدان رو بکشید،
بعد عقربه رو بذارید در جهت خطوط میدان. مثلا نگاه کن، یه مثال دیگه بزنم شاید بهتر متوجه بشید. الان اینقدر عقربه کار میکنم تا بالاخره همتون یاد بگیرید. مثلا نگاه کنید بچه ها، عقربه چند بارم تو کنکور سوال اومده ازش. من دو تا قطب اس رو میذارم جلوی هم دیگه. خب بچه ها، وقتی من دو تا قطب اس روبروی هم دارم، به هر دوتاشون خطوط میدان وارد میشه دیگه. مثل دوتا بار هم نام الکتریک هم اینجوری بود دیگه. ببینید، به هر دوتاشون داره وارد میشه. ببین، خطوط میدان داره به هر دو طرف به اسها وارد میشه. الان بچه ها به من میگه مثلا اینجا نقطه ایه، اینجا نقطه بیه، اینجا هم مثلا نقطه سیه. خب به من میگه با توجه به این در حقیقت قطب N و S، بگید اگر در A یا در B یا در C من عقربه قرار بدم، عقربه چجوری وای میسته. بچه تو A نگاه کنید، خطوط میدان رو به پایینن. پس من اگه عقربم رو تو نقطه A قرار بدم، عقربه رو به پایین قرار میگیره. اگه توی سی قرار بدم بچه ها، نگاه کنید، چون خطوط میدان اطراف سی رو به بالاست، میبینید بچه ها خطوط میدان اطراف سی رو به بالاست، توی سی عقربه رو قرار بدم رو به بالا قرار میگیره. بچه ها به نظر شما عقربه توی بی قرار بگیره کدوم وری وای میسته؟ آب باری کرده، نگو دو طرف. بچه ها عقربه اینجا سر گردان میشه، هی میچرخه بی خود. چون بچه ها اینجا میدانی جورای خونساست، خطوط میدان جهت خاصی نداره، توی بی الکی دور خودش میچرخه. به خاطر همین هیچ وقت به شما توی امتحانا یا تو کنکور تو نقطه بی نمیگن عقربه رو بذاریم کجا چجوری وای میسته. اینو بدونید. اگر یه نفر واسه معلومات عمومی ازتون پرسید، میگید عقربه اگه تو بی قرار بگیره، چون اونجا جهت میدان جهت خاصی نیست، عقربه سرگردان میچرخه. قبوله؟ جهت مشخصی نداره. خب اما بیا بالا، بیا بالا یه چیزی بهتون بگم. بچه ها من یه سوال دادم برعکس ایناست. مثلا نگاه کن اولین سوالو، بذارید من یه ذره شکلشو بزرگتر بکشم ببین چی گفتم. یه آهنربا دادم اینجوری، یه آهنربا گذاشتم اینجا واسط به این شکل. خب اینجا رو دادم A، اینجا رو دادم B، یه عقربه اومده اینجا وایساده. چون خیلی مثال مهمیه. خب میگه بچه ها با توجه به جهتی که عقربه وایساده، بگید در A و B قطب ها چی هن. یه بار نگاه کنید بچه ها، میگه با توجه به جهت قرار گرفتن عقربه، بگید در A و B قطب ها چیه. من یه چیزی رو میدونم، میدونم بچه ها عقربه هر جا قرار بگیره در جهت میدان قرار میگیره دیگه. یعنی جهت عقربه مغناطیسی و جهت میدان یکیه. یعنی بچه ها عملا خطوط میدان من این شکلی بوده، نگاه کنید، این شکلی بوده که عقربه من اینجا اینجوری وایستاده. ببینید، من باید خطوط میدانم رو یه جوری بکشم که همجهت با عقربه بشه. وقتی عقربه اینجا رو به بالاست، یعنی خطوط میدان من اینجا یه جوریه که با عقربه همجهت شده. تا اینجا شاید اگه فهمیدید اوکی بدید. پس بچه تشخیص میدیم اول خطوط میدان اونجا چجوری. باری کلا، مرسی. حالا که فهمیدم میگم آقا میدان از N خارج میشه به S وارد میشه. پس AS BN از N به S. ببین چقدر باحال شد بچه ها. این اولیش بود. بریم سراغ بغلیش. این نوبش هم برعکس بچه ها، اینم تو کنکور احتمال سوال اومدن ازش زیاد است. بعدی رو نگاه کنید، من یه ذره بزرگتر بکشم اینجا واسه خودم. بعدی اومده یه آ داده اینجوری، اینجا رو داده به
عقربه اینجوری وایستاده. یعنی بچه نوک عقربه متمایل به هیچ کدوم نیست. اونجا هم میگم، قانه لنز هم میگم، نگران نباشید، همه رو میگم. گوش کن الان بچه، با توجه به اینکه فلش اینوری وایستاده، یعنی از هر دو طرف بچه ها میدان داره به جفت اینا وارد میشه. میبینید؟ یعنی ببین نوک فلش به سمت هیچ کدوم نرفته، یعنی انگار خطوط میدان اینجا رو به پایینن. چون به جفتشون داره وارد میشه، هم آسه هم بیسه، هر دو اسن، به جفتشون داره وارد میشه. بچه اگه هر دو اس رو فهمیدید اوکی بدید. حالا بعدی رو نگاه کنید. بچه ها بعدی رو ببینید لطفاً. تو بعدی چی داریم؟ یه آ داریم اینجا بالا. خوب نگاه کن. این یه بار سوال کنکور اومده بود بچه ها. اینجا آ داریم. اینجا بی داریم. عقرب اینجا اینجوری وایستاده. خب. بچه ها وقتی عقرب اینجا اینجوری وایستاده، یعنی خطوط میدان اینجا اینوریه دیگه. ببینید اینجوری از اینجا میاد اینجا که همجهت باهاش شده، درسته؟ پس بچه از N خارج میشه به S وارد میشه، AS به N. خب فکر میکنم اینا رو خوب یاد گرفتید. اگه فهمیدید یه اوکی به من بدید لطفا. خیلی آسونه؟ بله، درست یاد بگیرید آسونه، خدا رو شکر. یه یاداوری کردم دیگه. حالا میریم سراغ قسمت های کمی حرفه‌ای تر. بچه ها بیایید پیش من. همتون بهتر از من اینا رو بلدید. من فقط یه دوره بکنم. میگه فرض کنید بچه ها نیروی وارد بر سیم حامل جریان، فرض کنید اینا خطوط میدان مغناطیسی بیان. خب اینا خطوط میدان مغناطیسی بیان. هانی یه چشم جزورم میذارم برای دانلود، فیلمم واسه دانلود هست. فعلا اینا رو گوش کن تا بریم جلوتر. لطفا دیگه بچه‌ها فقط حواستون به درس باشه. فرض بفرمایید من یک سیمی رو اینجا گذاشتم تو میدان، جریان آی ازش عبور میکنه، زاویه سیم با خطوط میدان آلفاست. میگه آقا طول سیمم فرض کنید از اینجا تا اینجا اله. میگه نیروی از طرف میدان مغناطیسی به این وارد میشه. F فرمولش اینه B I L سینوس آلفا. این فرمول میشه اندازه نیروی وارد بر سیم حامل جریان. که خیلی ها بچه ها بعضی از همکارای ما اسم ببینیم مثلا فرید نمیدونم بیلو بده سینا، یا نمیدونم اون یکی کیو و بی سینوس آلفا رو میگن فرید کیوی بده به سینا، نمیدونم اون یکی بیل بزن تو کله سینا. حالا بچه ما خیلی مشکلمون این چیزا نیست واقعا، کما اینکه شما بعضا دیده شده تجربه این 20 سالی که من پای تختم نشون داده شما خوشتون میاد حالا از این چیزا مثلا فرید بیلو بده سینا. ولی بچه ها بدونید در کنکور سراسری مخصوصا دارم میگم، امسال خودتون رو مقایسه نکنید که کلن کلاس ها آنلاین بود شاید خیلی درس نخوندید. در کنکور سراسری مشکل شما یاد رفتن فرمول ها قطعا نیست، استفاده درست مفاهیمه. حالا اینجا مثلا شاید یه فرید بیلو بده سینا دیگه، حالا تا فکر کن اینجوری یادت مونده که تو این فرمول F بر حسب نیوتونه، B بر حسب تسلاست، آی بر حسب آمپره، ال بر حسب متره، و همه تونم میدونید که سینوس آلفا واحد نداره. روی ورقه کاغذ بچه ها اینو بهتون بگم، روی ورقه کاغذ بی و آی و ال هر عددی میتونن باشن، مشکلی نداره. اما سینوس آلفا حد داره، بیشترین اندازش یکه، کمترین اندازش صفره. حالا بعضی میگن آقا منفی یکه،
بابا اندازه یک که با منفی یک فرق نمیکنه که. کمترین اندازه سینوس صفره، بیشترین اندازهش یکه. به خاطر همین ما دو حالت مهم قرارگیری داریم. اگر سیم عمود بر میدان باشه، زاویه بین سیم و میدان آلفا می شود 90، سینوس آلفامون می شود 1. در اصطلاح میگن اف نیروی وارد به سیم ماکس میشه. اما یه حالت دیگه داریم که سیم موازی میدان بشه. اگه موازی میدان بشه آلفا 0 میشه، در نتیجهش سینوس آلفا هم 0 میشه، به سیم نیرو وارد نمیشه. یعنی بچه سیمی که موازی میدان مغناطیسیه بهش نیرو وارد نمیشه. یه مثال خیلی مسخره اول ازش حل کنیم بچه ها، چون میدونم اینا رو بلدید، دارم یه ذره سریع‌تر میرم برسم به قسمت‌های حرفه‌ایش. اینا رو یه دوره‌ای بکنیم سری نکاتش رو، به قسمت‌های حرفه‌ای زودتر برسیم. خب میگه سیمی داریم بچه ها، اینا سوالایی هستن که تو کنکورم بعضن میان. 20% سوالای کنکور اینه که من معمولا به بچه ها میگم 20% سوالای کنکور نه فکر میخواد، نه شعور میخواد، نه درک میخواد، هیچی نمیخواد. فقط تو باید یه جوری زمان بندی کرده باشی بهش برسی، جاگذاری کنی تو فرمول. اما متاسفانه بعضی وقت بچه ها این کار رو نمی کنن، این سوال آسونا رو نمی رسن حل کنن. و همیشه گفتم از رویای پزشکی به رویای زرشکی می رسن، خدای نکرده. گوش کنید منو، میگه سیمی به طول 2 متر داریم، L 2 متر، حامل جریان آی 4 آمپر است، میدان مغناطیسی 500 گوسه. بچه همه تون میدونید بیمون شده 500 گوس که برای تبدیلش به تسلا ضرب در 10^-4 میشه، بی میشه 5^-10^-2 تسلا. با خطوط میدانم که الحمدلله آلفا رو داده چند سی. اندازه بزرگی نیروی وارد بر سیم از طرف میدان. خب گوش کن منو بچه ها، اف فرید بی رو بده سیدا مثلا، خوشتون میاد دیگه. اف میشه بی آی ال سینوس آلفا مساوی است با 5^-10^-2 ضرب در آی 4 ضرب در ال 2 ضرب در سینوس آلفا. سینوس 30 درجه هم که همتون میدونید چنده، 1/2 ضرب در 1/2 هم میکنید که بچه ها اینو ساده کنید به دست میاد چقدر؟ 2/10 نیوتن. خب اگه اینو فهمیدی، اگه اینو فهمیدی تا اینجا یه اوکی بده، میخوام یه چیز مهم بهت بگم. بیا اینجا، بیا بالا. ببینید بچه ها، میدان مغناطیسی خیلی لوسه. ادمین کلاس لطفاً تصویر منو برای بچه ها بزرگ کنید، چون اینجا دیدن دست من برای بچه ها خیلی مهمه. میخوام به بچه ها قانون دست راست رو یاد بدم. لطفاً ادمین کلاس تصویر منو بزرگ کنه. همینجا بزرگ شه، هم از اون ورم گفتم کادر منو بزرگتر کنه. خب منو نیا کنید، از منم بزرگ کردن نیما جان. خیلی خب بچه ها، یه چیز عجیب راجع به میدان مغناطیسی بهتون بگم. یکی از عجیب قریب ترین میدان های دنیا از لحاظ جهت نیروی وارد بر یک بار یا بر سیم میدان مغناطیسیه. تنها میدانیه که در دنیا عمود بر خطوط خودش نیرو وارد میکنه. یعنی نیرویی که به سیم وارد میکنه هم بر سیم حامل جریانه عموده، هم بر خود خطوط میدان. کتابتون پیشنهاد داده برای پیدا کردن این، 4 انگشتتون رو در جهت جریان بذارید، خم کنید در جهت میدان، انگشت 60 بشه اف. یه راهه، یه را بعضی با این 3 انگشت میگن، بعضی میگن کف دستمون رو میگیریم سمت بی. اما من یک پیشنهاد دارم بچه، لطفا دست منو نگاه کنید.
یه دست، اولا دست راست، بچه‌ها الان تو کلاس بودید من واقعا بعضیتون خیلی هرس می‌دادید، دست راست اسمش قانون دست راسته، دست چپتون رو فعلا بکنید تو جیبتون یه جایی قایمش کنید استفاده نکنید، آفرین. قانون دست راست. یه مدادی دست من دیده میشه نیما اونجا قشنگ، خودکاری چیزی میگیرید تو دستتون اینجوری، لطفاً بچه‌ها اینجا از این ور بیرون نزنه، فهمیدید؟ بعد لطفاً اینجوری هم نگیرید، اینم نیست، اینم نیست. ببینید بچه‌ها منم یه آدم عادی هم مثل شما، نگاه کن یه مدادی خودکاری اینجوری بگیر دستت، اینجوری همینجوری. حالا دیده شده بعضن بچه‌ها سر جلسه یکی خوبا کله میره تو زمین، یکی میزو داره گاز میگیره، یکی کتفش در رفته، بابا یه کار خاصی نداره، یه مدادی خودکار میگیری تو دستت، این انگشت شستت. این میگه بچه‌ها اگر یک چهار انگشت در جهت جریان باشه، یعنی آی دو، اون مداد خودکار هم چیزی که دو دستت میذاره، اگه ما مداد نیست برای ما خودکاره، یعنی مداده خودکاره ماجیک هر کوفتیه، این بی صاحب شده رو بذار در جهت میدان یا همون بی، انگشت سه، انگشت شست دست راستتون میشه جهت نیرو یا همون اف. بچه ها منو نگاه کنید، میشه خواهش ازتون بکنم؟ تو کلاس شاید همه فکر کنن شما دیوونه شدید، دیوونه نشدید، دارید فیزیک یاد میگیرید، با من بچه ها تکرار کنید، من هر کدومو نشون میدم انگشتم و بی اف آی، با من تکرار کنید. ببین بچه ها چهار انگشت آی مداد بی شست اف، تکرار کن صدات بیاد، چهار انگشت آی این ماجیک یا مدادی که دو دستم بی شست اف، بگو چهار انگشت آی ماجیک مداد خودکاری که دو دستم بی انگشت شست دست راست میشه جهت نیرو. خب بیاد اینجا، بیا اینجا بشه من، همه حواسا به من بچه، یکی دو تا تمرینی ساده بریم. فرض کنید آی رو به بالاست، آی رو به بالاست، میدان مغناطیسی در اون سوه، آی رو به بالاست، میدان مغناطیسی در اون سو جهت اف. دست منو نگاه کنید بچه ها، ببینید اینجوری نه، اینجوری نه، این نه، دستتون رو باز کنید همینجوری که بهتون گفتم، نگاه کن، چهار انگشت به سمت آی، ماجیک یا مداد در جهت بی که میره توی تخته، نگاه کن، چهار انگشت آی به بالا، ماجیک یا مداد میاد به سمت بی، شست میشه اف، این میشه جهت اف، اف میشه به سمت چپ. اگه فهمیدید یه اوکی بدید ببینم. خیلی خوب، یه دونه دیگه تمرین میکنیم میریم سراغ مثالش. مثلا آی در اون سو اینجوری، بی رو به بالاست، ببین جهت میدان مغناطیسی رو به بالاست، آی در اون سو میگه جهت نیرو. کیمیا دقت کن، کیمیا دقت کن متوجه میشی، سارا دقت کنید، بچه ها ببینید با من حداقل الان یه ورق کاغذ جلوتون باشه، کلاس دین و زندگی که نیست بابا اینجوری زل بزنی فقط توی تخته دیگه، اینو تمرین کن دونه دونه شکلایی که من میکشم تو هم رو ورق کاغذ بکش، همینجا یه بار برای همیشه قانون دست راست رو یاد بگیرید بابا، یه بار یاد بگیر خلاص شد دیگه. گوش کن، چهار انگشت آی الان یاد میگیری، چهار انگشت آی، ببین دست راست تو اینجوری میگیری، نگاه کن اینجوری، بچه‌ها که متوجه نشدید چهار انگشت رو میذارید در جهت آی، میره توی تخته، نگاه کن دستمو یه جوری میچرخونم، مداد خودکار و ماجیکی که دستمه در جهت بی باشه، انگشت شست میشه جهت اف، اف میشه به سمت راست. بچه ها فیلم کلاس به صورت HD هم ذخیره میشه،
هم کلاس ذخیره میشه هم فیلم. لطفاً حواستون به این به درس باشه. هم پی دی افش رو براتون میذاریم بچه‌ها، هم به صورت اچ دی میذاریم، همه چی براتون میذاریم. شما نگران این نباشید. اوکی. خب بیا اینجا. بریم سراغ مثالمون. بچه‌ها یه ذره با هم تمرین کنیم. گفتم بچه ها در هر یک از شکل‌های زیر جهت کمیت مجهول را بیابید. بیا اینجا. من یه چند تا شکل دادم. دونه دونه میخواییم با هم دیگه تمرینشون کنیم. من اسم گذاری هم میکنم که شما گیج نشید ما کدوم الان داریم میگیم. بچه ها این شماره یک. بچه ها روی یک فکر کنید جواب بدید ببینم. هیچ فرقی، همه راه‌ها درستن. این نظر منه، اگه تو با بقیه راه‌ها داری حل می‌کنی چی رایی نداره. من نظر خودم رو گفتم، همه راه‌ها درستن. خب بچه‌ها ادمین کلاس لطفاً برد تخته رو برای بچه‌ها بزرگ کنید. حالا تخته رو بزرگ کنید براشون لطفاً. مرسی. خب من رو نگاه کن. خب گوش کنید سرا بالا. ببینید بچه ها، همه بعضی ها افو به دمت بالا میگه. ببینید بچه ها دست من نکنید. چهار انگشت در جهت آی. مدادم و ماژیکم و خودکارم و یه جوری باید بچرخونم که این ماژیک در جهت بی قرار بگیره. نگاه کنید، چهار انگشت آی، این ماژیک مداد خودکار در جهت بی، شست دست راست میشه در جهت اف که میره به سمت توی تخته. اف میشه در اون سو. اونایی که در اون سو گفته بودن درست بود. بچه اونایی که اشتباه کرده بودید، آیا اشتباهتون رو متوجه شدید؟ الان کسی هست تو این ایراد داشته باشه؟ بچه همینجا یاد بگیرید. خب یه بار دیگه میگم. زهرا نگاه کن، چهار انگشت در جهت آی رو به بالا. نگاه کن دست منو، چهار انگشت آی، ماژیکم، مدادم، خودکارم در جهت بی، شستم اف، چون اف داره میره توی تخته میشه در اون سو. بچه های عزیز ازتون خواهش میکنم، یه ورق کاغذ زیر دستتون باشه، هر شکلی رو شما قبل از من یه تمرینی بکنید، همینجا اشکالاتتون رفع شه. بگید ببینم شماره دو به نظرتون کدوم وریه. آباریکالله نگاه کنید بچه ها. ببینید چهار انگشت رو در جهت آی میذارم، مداد یا اون خودکاری که از کف دستم زده بیرون رو میگیرم در جهت بی، بی داره میره توی تخته. یه بار دیگه تکرار میکنم، چهار انگشت آی، ماژیک بی، شست اف، اف میشه رو به بالا. این میشه اف رو به بالا. خب شکل شماره سه رو به هم بگید. بودو ببینم، سه. باریکالله. ببینید باز چهار انگشت آی به سمت توی تخته، چهار انگشت آی، ماژیکمون بی، شستمون اف، اف میشه رو به بالا. بچه تو بعدی نگاه کنید، تو چهارومیه، توی چهار و پنج و شیش. خوب گوش کن، توی چهار و پنج و شیش دقتی بکنید. در چهار و پنج و شیش خوب گوش کنید، جهت اف و آی رو دادیم، این دفعه بی رو نداریم. یعنی بچه مجهول من این دفعه نیرو نیست. از بین جریان، میدان و نیرو، گوش کن، از بین جریان، میدان و نیرو، یکیش مجهوله. توی این یکی بچه ها من جریان رو دارم، نیرو رو هم دارم، میدان رو میخوام. نگاه کنید بچه ها، خوبه
شک جاش زد بعد من 5-4 رو میخوام عل کنم فعلا 4. ببینید بچه‌ها 4 انگشت آی، 4 انگشت آی، 60م رو میگیرم در جهت اف، بی به سمت میاد بچه‌ها، مداد ماژیکم میزنه به سمت بیرون، بی میشه جهتش چی بچه‌ها؟ برون سو. خب یکی یکی بریم جلو دیگه. بچه ها بریم 5. 5 رو به هم بگید ببینم نظرتون راجع به 5 چیه. خب نگاه کنید بچه ها، شستمون در جهت F رو به بالا، ماژیک یا مداد در جهت B. ببین شست F رو به بالاست، ماژیک یا مداد دستمون به سمت بیرون تخته، 4 انگشتمون میشه جهت آی. اینو نگاه کنید. ارادت دارم دکتر قربون شما. بعدی. بچه ها افو داده. افو داده برون سو. آیو داده چپ. بیرو میخواد. بگو ببینم. بیرو میخواد. بگو ببینم. باریک. محمد دقت کن. ببینید بچه ها. خوب نگاه کنید. خوب نگاه کنید. دقت کنید. اینو نگاه کنید. 4 انگشتمون آی، شستمون برونسو از تخته میاد بیرون. میبینید 4 انگشت آی، شست از تخته داره میاد بیرون، اون ماژیکه میشه به سمت پایین، میشه بی، جهت بی میشه به سمت پایین. جونم زهرا، بچه ها یه دقیقه نگاه کنید، حالا یه باحال میخوام بهتون یاد بدم، خیلی باحاله، گوش کنید. یه وقتایی هست مثل اینجا، نگاه کن، خوب گوش کنید، من یه قطب N دارم اینجا، یه قطب S دارم اینجا، این قطب N همه، ببینم تو شکل و برعکس نوشتم، این قطب S همه، این قطب N همه، اینم آیه. حالا میگه جهته چیکار کن؟ نیرو رو پیدا کن. میشه خواهش کنم هیچ کسی چی تایپ نکنه؟ یک قاعده باحال میخوام بهتون یاد بدم، اگه دوست داشتید بعدم میگم بنویسید. حالا کسایی که شاگرد من بوده مثلا با این اصطلاح من آشنان، اسم قاعدهش هم حالا چی، حالا متوجه میشید جلوتر. گوش کنید بچه ها چی میخوام بگم. منو نگاه کن، میگه فرض کن اینجا اس، اینجا ان، اینم آی. میگه با توجه به این بگید جهت نیرو کدوم وریه. خوب توجه کنید، جهت نیرو رو میخواد ازمون، جهت نیرو رو ازمون میخواد. خب خوب گوش کنید، ما یه راهش اینه، گوش کنید بچه ها، گفتم حواستون، میگم تایپ نکنید، دارید همه میزنید برونسو، گوش کن دیگه بابا. یه راه اینه، مثل حالت عادی میدان رو بکشیم از N به S، میدان رو بکشیم جهتش رو از N به S، بعد بگیم 4 انگشت آی ماژیک بیش از F. اما یک راهی من میخوام بگم بچه ها، برای میدان مغناطیسی زمین اون سوالایی هست که شمال جنوب جغرافیایی میگه، یا اون شکل آهن رباعه هست رو ترازو میذارتش سه بعدیه. بچه ها برای سوالای سخت که جلوتر بهش میرسیم خیلی کارایی داره. من نظرم اینه، اگه خواستید اینو به عنوان توجه هم میگم بنویسید، هر وقت بچه ها توی سوالای مغناطیس به جای جهت میدان مغناطیسی خب قطب N و S داشتیم، به جای اون قطب N و S داشتیم از قاعده کفس میریم. آقا قاعده کفس چیه؟ قاعده کفس یک قاعده مندرآوردی عباسیانه که میگه آقا به جای اینکه خطوط میدان، میخواد خطوط میدان بکشی، هر وقت N و S دیدی کف دست رو بگیر سمت S. قاعده کفس یعنی چی؟ یعنی بچه ها به جای اینکه خطوط میدان رو بکشی، ماژیک فلان بگیری، کف دست رو بگیر سمت S. همون میشه. چجوری؟ الان نگاه کنید بچه ها، من این ور S دارم، این ور N، 4 انگشتم رو میگیرم I، کف S، بچه ها کف دستم رو میگیرم سمت S. یه بار یه بارو تصویر میگن تار شده نیما، یه نگاه بهش میندازی بزمن، 4 انگشت آی، کف اس، اف میشه چی؟ برونسو.
فهمیدید بالاخره یکیش ان یکیش اس دیگه، دو تا ان کنار هم بهتون نمیدن، خیالت راحت. بگیر کف دستتو سمت اس. پس بچه ها اصلا لازم نیست میدان بکشید، مخصوصا تو شکلای سه بعدی جلوتر داریم یا میدان زمین. بیا پیش من یه بار دیگه، چهار انگشت آی کف اس اف میشه چی برون سو؟ حالا آقا ما اگه از اون راه بریم چی؟ از اون راه هم میخوای بری برو، خودت میدونی. یا مثلا اینو نگاه کنید، مثلا اینجا قطب اس داریم، اینجا قطب چی داریم؟ ان. جریانمونم آی در اون سوه. میبینید بچه ها یه جریان در اون سو داریم، اس پایین ان بالاست، میگه جهت نیرو. خب منو نگاه کن، منو نگاه کن چیکار میکنیم؟ میگیم بچه ها به جای اینکه خطوط میدان بکشیم، عباسیان به ما گفته هر وقت قطب ان و اس دیدی تو قانون دست راست تو جهت نیروی وارد بر سیم یا بار، هر وقت ان و اس دیدی از چه قاعده ای استفاده میکنی؟ قاعده چی؟ کپس. یعنی چی؟ یعنی چهار انگشت تو بگیر در جهت آی، کف دست تو بگیر سمت اس. نگاه کن، چهار انگشت آی، کف دست به سمت اس، شست میشه اف. این جهت نیرو میشه اف. برای الکترون و پروتون هم جواب میده؟ بله، برای اون هم جواب میده. این ما فکر کنم تصویر ذره به هم خوره. اوکی؟ خیلی. این یکی رو نکن، یه بار دیگه میگه بگید. ببین آی در اون سوه، چهار انگشت آی، کف دست رو بگیرید سمت اس، شستتون میشه اف. پس بچه من به عنوان یک نتیجه گیری اینجا براتون مینویسم. نتیجه گیری. در مسائل قانون دست راست، اگر قطب‌های ان و اس آهن ربارا داشتیم، می‌توانیم از قاعده کف اس استفاده کنیم. یعنی بچه ها کافیه کف دستمونو بگیریم سمت اس و حل کنیم. اونی که شما میگید الکترون و پروتون و بار مثبت و منفی، نیروی وارد به باره. فعلا من سیم حامل جریانم بچه ها. چشم، راجع به بارها هم میرسیم. فعلا داریم راجع به کی صحبت میکنیم؟ سیم حامل جریان. بچه ها بله، اگر فهمیدید اوکی به من بدید. این کفس خیلی کمکتون میکنه بچه ها، کفس خیلی کمکتون میکنه. مثلا منو نگاه کنید بچه ها، من یه مثال اینجا دارم، دو تا مثال درجه یک. اول از این شروع میکنیم بچه ها. یه زل زدن حسابی میخوام توی تخت اینجوری ها، صاف نگاه کن به تخته، دو تا تست میخوام براتر کنم، جفتش درجه یکه، هر جفتش هم احتمال سوال اومدن تو کنکور داره. خب بله بله فاطمه گوش کنید، احتمالا اگر تصویرتون تاره به خاطر بچه سرعت اینترنت شماست. خب گوش کنید بچه ها، سرا بالا سرا بالا گوش کن بچه ها. بازم دارم میگم این فیلم این کلاس به صورت HD ذخیره میشه، بعدن آفلاینش رو فول اچ دی براتون میذارن. فعلا منو با همین کیفیت فعلا تعامل کنید بچه ها. گوش میدید؟ آفرین. خب بیا اینجا، بیا اینجا. کاش ما هم شما رو میدیدیم. به خدا عجب مسخره بازی شده این کلاس ها دیگه، فعلا آنلاین دیگه، کارش هم نمیشه کرد، کرونا بد کاری کرده با ما. هی البته خوبی های خودش هم داره دیگه. دیگه بچه ها بیاید پای تخته نگاه کنید، گفته مطابق یک شکل. دیگه بچه ها همه حواسا به من، مطابق یک شکل، مطابق شکل یک سیم به طول 50 سانتی متر. بچه ها ال یعنی 5 ضرب 10 به توان -1 متر طولش، توسط دو تا پایه
درون یک میدان مغناطیسی یک نواخت به بزرگی بی مساوی با 0.4 تسلا، یعنی 4 × 10^-1 داریم. جرم سیم 8 گرمه. بچه جرم سیم 8 گرمه، 8 گرمه پس میشه 8 × 10^-3 کیلوگرم. میگه حداقل اندازه، خوب گوش کن، حداقل اندازه و جهت جریان را گوش کن به من لطفا. به گونه ای بیابید که سیم به پایه‌هاش نیرو وارد نکنه، جی رو هم بهت داده 10. سرا بالا با دقت به من نگاه کنید. بچه شما فرض کنید من با 2 پایه اینجوری نگاه کنید، با 2 پایه یه سیم رو نگه داشتم، 2 پایه گذاشتم این سیم رو نگه داشتم. قرار من یه کاری کنم این سیم به پایه‌هاش نیرو وارد نکنه. منو نگاه کنید، اولین نیرویی که داره به این وارد میشه حتما نیروی وزن یا امیجیه که به سمت پایین بهش وارد میشه، گرانش. هر جسمی که بچه ها اطراف زمین قرار بگیره، هر جسمی که اطراف کره زمین قرار بگیره، از طرف زمین نیرویی به سمت پایین بهش وارد میشه. بچه های عزیزم خواهش میکنم شرایط رو به گونه ای نبرید که ادمین های کلاس مجبورشن کلاس رو چت خصوصی کنن. این هم بی احترامیه به شما واقعا، از نظر من دوست ندارم این اتفاق بیفته. خواهش میکنم موقعی که من دارم سوال حل میکنم دیگه بحثای علکی نکنید، لینکش که میذاری یا همه رو آخرش توضیح میدیم. یه کاری کنید بچه ها مجبور نشن چت خصوصی کنن. من ازشون خواستم تا جایی که امکان داره این کار رو نکنن. پس لطفا شما میجوری رفتار کنید، فقط به جواب سوالای من پاسخ بدید که این اتفاق نیفته. مرسی که اینقدر خوبید. گوش کن بچه، یک نیرو داره به این وارد میشه، MG نیروی وزن به سمت پایین، قبوله؟ خب من میخوام یک کاری کنم که سیم به پایه‌هاش نیرو وارد نکنه. این یعنی چی؟ ببینید اول توضیح بدم یعنی چی. یعنی چی سیم به پایه‌ها نیرو وارد نکند؟ خب بگید ببینم بچه، شما فرض کنید اصلا جریان نداشته باشید، این دوتا پایه دارن چه نیروی از این سیم خونسا میکنن اگه میدان مغناطیسی نداریم اصلا؟ بگید بله وزنش. الان بچه ها عملا وزن اینو دارن خونسا میکنن، این دوتا پایه اینو گرفتن تو هوا معلق نگه داشتن، این دوتا پایه این میله رو تو هوا معلق نگه داشتن. من میخوام یه کاری کنم که میله ها این کار رو نکنن. پس باید چی بشه؟ برای اینکه سیم به پایه ها نیرو وارد نکند باید F میدان مغناطیسی FB نیروی وزن را خونسا کند. یعنی نیروی میدان مغناطیسی باید نیروی وزن را خونسا کند. خب حالا گوش کن، برای اینکه من چه یک نیروی میدان مغناطیسی بخواد نیروی وزن رو خونسا کنه، نیما جان میتونیم کل برد و واسهشون بزرگتر بکنیم؟ بزرگتر از این داره بچه ها میگن؟ خب آه برانو بزرگه؟ اوکی. بیا بیشه من، بیا بیشه من بچه ها. برای اینکه FB نیروی وزن رو خونسا کنه دوتا شرط باید داشته باشه، دوتا شرط باید داشته باشه. یک، اولا باید باهاش مختلف الجهت باشه. 2، هم اندازه باشه. مثلا منو نگاه کنید، اگر اف میدان مغناطیسی رو به پایین باشه به نظر شما این اف بی هیچ وقت میتونه ام جی رو خنثی کنه؟ نمیتونه. بله که نمیتونه. ببینید بچه ها، پس اولین شرط اینه اف میدان مغناطیسی باید اولا مختلف الجهت با ام جی باشد. این شرط اولشه بچه. ببین دو تا شرط باید داشته باشه. 1، مختلف الجهت با ام جی باشه. 2، باید هم اندازه هم باشه. این دوتا شرط رو باید حتما داشته باشه.
برای اینکه سیم به پایه ها نیرو وارد نکند اف بی باید بزند پدر امجی رو در بیاره خونساش کنه. حالا برای اینکه بتونه خونسا کنه باید دو تا شرط داشته باشه. اولا جهتش برخلاف امجی باشه، یعنی اگر امجی رو به پایین اون رو به بالا باشه. ثانیان هم اندازه. حالا راجع به اندازه صحبت میکنیم، فعلا راجع به جهت. ببینید بچه های عزیزم خوب نگاه کنید، من جهت میدان مغناطیسی رو دارم در اون سوه، اف میدان مغناطیسی هم دارم رو به بالا، آیو میخوام طبق قانون دست راست. میگفتیم بچه ها چهار انگشت آی ماژیک مداد خودکار تو دستمون، بی شستمون اف دیگه. الان من شستم رو میذارم در جهت اف، ماژیک اون مداد خودکار تو دستم رو میذارم در جهت چی؟ بی. چهار انگشت میشه جهت جریان. یعنی بچه ها جهت جریان آی میشه از چپ به راست. برای این که بچه ها اف بی رو به بالا باشه، با توجه به این که میدان در اون سوه، ببینید ماژیک رو میذارم در جهت بی، انگشت شستم رو میذارم اف، چهار انگشت آی. اگه شما برعکس جهت آی رو برعکسش بگیرید، اف بی با ام جی هم جهت میشه، نمیتونه خونساش کنه. خب پس بچه ها یه بار دیگه تکرار میکنم، میدان مغناطیسی که خودش داده در اون سوه، اف بی رو به بالاست، من طبق قانون دست راست اگه ماژیک رو بذارم در جهت بی، انگشت شست دست راستم رو بذارم در جهت اف، چهار انگشتم جهت جریان رو نشون میده از چپ به راست. فعلا این شد جهت جریان. پس بچه ها جهت جریان رو یابیدیم، گفته بود بیابید. تا اینجا شاید اگه فهمیدید اوکی بدید برم سراغ اندازش. مرسی مرسی مرسی. حالا از طرفی باید اف بی یا اف میدان مغناطیسی یه شرط دیگه هم داره، باید مساوی ام جی هم باشه. همین که فقط باهاش مختلف الجهت باشه کافی نیست، برای اینکه خونسا کنه دو تا شرط باید داشته باشه. بیاید پای تخته پیش من، بیاید اینجا ببینید بچه‌ها، والا دادی بهشون اونجا. ببینید بچه‌ها این سیم حامل جریانه، نیروی وزن ام جی رو به پایینه، اف میدان مغناطیسی رو به بالاست، طبق قانون دست راست چهار انگشت در جهت آیه. میگه حالا برای اینکه این اف بی و ام جی هم دیگر رو خونسا کنن، باید از لحاظ اندازه هم اف بی با ام جی هم اندازه بشه. حالا اگه اف بی کمتر از ام جی باشه که نمیتونه خونساش کنه، باید هم اندازه باشه. میگیم اف بی مساویه با ام جیه، پس فرمولشو مینویسیم بی آی ال سینوس آلفا. بچه به نظر شما اینجا آلفا چند درجه است؟ آباری که آلفا 90ه. چرا آلفا 90ه؟ گوش کن 90ه، 180 نیست. ببین میدان در اون سوه، ببین میدان در اون سوه داره میره توی تخته، خب آی به سمت راسته، ببین این در اون سو اون به سمت راسته. آلفا زاویه بین جریان و میدانه، نگاه کنید، جریان به سمت راسته، میدان به سمت توی تخته است. پس سینوس آلفا میشه سینوس 90. سینوس آلفا میشه سینوس 90 مساوی میشه با ام جی. دیگه بقیهش جاگذاری کردنه. سینوس 90 رو که همتون میدونید چنده؟ 1. بی رو میذاریم. بیمون چند بوده بچه ها؟ 4 ضرب در 10 به توان منفی 1. ضرب در آی جریان مجهوله، ضرب در ال 5 ضرب در 10 به توان منفی 1 میشود ام جی، 8 ضرب در 10 به توان منفی 3 ضرب در 10، که اگه حساب بکنید بچه ها از اینجا آی مساوی میشه با 8 ضرب در 10 به توان منفی 2 بروی 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 میشود 4 دهم آمپر.
14 آمبر. ببینید بچه ها، راجع به زاویه هاش توضیح بدم. بعضی از بچه ها از من راجع به زاویه میپرسید. اصلا کلا یه نکته بهتون بگم. ببینید منو، الان من به شما یه میدان مغناطیسی میدم اینجا. همتون نگاه کنید. خواهش میکنم با دقت به این سوال من جواب بدید. این میدان مغناطیسی من در اون سوه. یه ذره بینا رو بهتون تمرین کنم. یه میدان در اون سو ببین. بعد اینجا من یه سیم حامل جریان دارم. خب این زاویهش اینجا فرض کنید 30 درجه است. اینم آیه، اینم بیه. الان آلفا چند درجه میشه بچه ها؟ آلفا زاویه بین سیم و میدان چند درجه است؟ باریکلا که گول نخوردی. خب ببینم چیش اشتباه شده. بچه تبدیل واحد طولش که ببینم مشکل داشت. بابا جان 50 سانتی متر بوده دیگه. بچه های وقتا یه چیزایی رو میپرسید من میام. ببین علم بوده 50 سانتی متر میشه 50 سانتی متر. حالا اگه ضرب در 10 به توان منفی 2 کنیم، چون یه صفر این داره، میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 1 متر. حالا من رو نگاه کن، بیاید اینجا ببینید بچه ها، یه چیز یادتون باشه. هر وقت توجه هرگاه میدان درون سو، یا اینو به عنوان نکته خیلی مهم از من تو ذهنتون باشه، برون سو باشد بر سطح صفحه عمود است، پس می توان نتیجه گرفت بر تمام خطوط درون صفحه نیز عمود می شود. یعنی چی بچه ها؟ وقتی میدان تو، گوش کنید، وقتی میدان تو درون سوه یا برون سوه، به سطح تخته عموده. پس به تمام این خطهایی که شما تو تخته بکشید عمود میشه. یعنی مثلا این زاویه سی اصلا مهم نیست. مثلا اگه سیم حامل جریان شما این شکلی هم بود، باز سیم حامل جریان شما اگر اینجوری بود، باز زاویه بین بی و آی میشد 90 درجه. اگه فهمیدید یا اوکی بهم بدید. خب من نگاه، این یه تمرین خیلی مهمه بچه ها، که معمولاً هم بچه ها توش مشکل دارن. میگه مطابق شکل یک آهنربای نعلی شکل داریم به جرم 500 گرم. بذارید بنویسم بچه ها اطلاعاتشو. 500 گرم یعنی M، جرم هست 500 گرم که مساوی میشه با 5 ضرب در 10 به توان منفی 1 کیلوگرم. ضرب در 10 به توان منفی 3 بشه تبدیل به کیلوگرم میشه. روی یک ترازو قرار دارد. سیمی به طول 20 سانتی متر داریم. المون 20 سانتی متر که بچه ها میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 متر. خب فعلا این سوال رو گوش بدید بچه ها. تو قبلی اگه ایراد داشتید فعلا اینو گوش بدید، این خیلی مهمه، اینو یاد بگیرید. فعلا سوال قبلی رو فراموش کنید عزیزای من. فعلا همه حواستون رو خواهش میکنم بدید بید لطفا.
میگه جریان 4 آمپر هم ازش عبور میکنه. آی مساوی با 4 آمپر داره از سیم عبور میکنه. میگه به صورت عمود یعنی با زاویه آلفا مساوی با چند 90 درون یک میدان مغناطیسی به بزرگی B، میدان مغناطیسی به بزرگی B مساوی با نیم تسلا قرار داره. تعیین کنید نیروسنج یا ترازو چه عددی رو نشان میدهد. همه حواسا به من سر و بالا، به من کمک کنید با همین سوال رو حل کنید. بچه ها یه سوال، فرض کنید کف دست من ترازوه، یه چیزی میدی که یه ذره مشخص تر از این باشه، مثل جای دستمال کاغذی فلانی، نه اون لیوانه استفاده کنیم ازش، ازمش داری؟ خب بچه ها منو نگاه کنید، این لیوانو فرض کنید، براتون میذارم سارا فایل حل شده رو، خواهش میکنم گوش کنید، خواهش میکنم گوش کنید. بچه ها این لیوانو تو کف دست من میبینید؟ این لیوان رو تو دست من میبینید؟ همتون؟ خب بچه ها اگه کف دست من یه ترازو باشه، قبول دارید تو حالت عادی، تو حالت عادی این دست من به عنوان ترازو وزن این لیوان رو نشون میده دیگه، درست میگم؟ شما یه نیروسنج دارید، یه ترازو دارید، یه لیوان رو گذاشتید روش، تو حالت عادی باید وزنش رو نشون بده، کاملا هم منطقیه که وزن رو نشون بده. بذارید من یه ذره بیام جلوتر که شما دست منو بهتر ببینید. زوم به هم نمیریزه نیما؟ خب حالا من نگاه کن بچه ها، من اگه از بالا این لیوان رو هل بدم پایین، به نظر شما با هلش بدم این لیوان رو سنگین ترش کنم، عدد ترازو کم میشه یا زیاد میشه؟ اگه از بالا هلش بدم عدد ترازو کم میشه یا زیاد میشه؟ شما بگید. باریکلا این کیه میگه کم میشه؟ ملیکا چرا کم میشه؟ خب من از بالا دارم هلش میدم پایین دیگه، نگاه کن این لیوان رو ترازوه، من از بالا دارم هلش میدم. خب شما فرض کن یه جسمی رو گذاشتی رو ترازو، مثلا تو ترازو خونگی ها یه سیبو بذار روی اون ترازو، از بالا فشارش بده، خب عدد ترازو زیاد میشه. حالا یه سوال، اگه همینو بگیرم بکشمش به سمت بالا، نیرو به سمت بالا بهش وارد کنم، عدد ترازو کم میشه یا زیاد میشه؟ خب آباری کرد. حالا گوش کن امیر رضا، حواسا به من. خب بچه ها اگر این ترازو خودش تنهایی فقط آهنربا روش بود، گوش کنید، اگر شما یک آهنربا رو به تنهایی میذاشتید روی این ترازو، فقط آهنربا تنها بودا، هیچ کی دیگه نبود، این نیروسنج وزن اینو نشون میداد. اما چون یه سیم توی اینه، بچه ها این نیرویی که بین این سیم و آهنربا به وجود میاد باعث میشه عدد ترازو کمی با وزن متفاوت بشه. بیایید با هم دیگه جهت نیروی وارد به سیم رو پیدا کنیم. بچه اینو با قاعده کفز خیلی باحال میتونیم پیدا کنیم. نگاه کنید انگار یه شکل سه‌بعدیه دیگه، مخصوصا تو این شکلای سه‌بعدی کفز خیلی باحاله. چهار انگشتمون رو میگیریم در جهت آی، کف دستمون رو میگیریم سمت اس، اف میدان مغناطیسی، اف میشه به سمت پایین. یه بار دیگه نشون میدم این جهت اف رو، نگاه کنید بچه ها، نگاه کنید دست من رو، نگاه کنید انگار بچه ها این شکل سه‌بعدیه، یه آهنربا یه نعلی شکله، جریان انگار از توی داره میاد بیرون، جریان داره میاد بیرون، درسته؟ جریان داره میاد بیرون، کف اس اف میشه به سمت پایین. اگه بچه ها اف رو فهمیدید اوکی بدید، فقط اف رو فعلا اف رو میخوام، مرحله به مرحله میریم جلو. خب اونایی که متوجه نشدید، مگه ما نگفتیم وقتی ان و اس دارید از قاعده کف اس برید؟ ببینید
چهار انگشتمون در جهت آی، انگار از تو تخته داره میاد بیرون. کف دستمون رو بگیریم سمت اس، شستمون میشه اف رو به پایین دیگه. چی چرا در اون سو نمیشه؟ رو به پایینه. ببین آی داره از تخته میاد بیرون، آی توی صفحه نیست. حالت سه بعدی سوالو درک کن سارا. ببین این سوال سه بعدیه، انگار شما یک آهنربا رو گذاشتی رو ترازو، انگار این آیه داره از توی تخته میاد بیرون. چهار انگشت شده باید به سمت بیرون بگیره. آی برون سوه، کف دست به سمت اس، اف میشه رو به پایین. حالا بچه ها با توجه به اینکه این اف به سمت پایینه، عدد نیروسنج آیا میشه ام جی به اضافه اف یا میشه ام جی منهای اف؟ یعنی آیا به نظر شما عدد ترازو اینجوری بهم بگید، به من بگید عدد ترازو کم میشه یا زیاد میشه؟ کم میشه یا زیاد میشه؟ چه جالبه بهتون بگم، تقریبا اونایی که من نمی یکی دو نفر درست گفتن عدد ترازو کم میشه، عدد ترازو کم میشه. ای عباسیان مسخره کردی ما رو، خودت الان داشتی میگفتی اگر یه جسمی رو ترازو باشه ما بهش به پایین نیرو وارد کنیم نیرو سنج عددش زیاد میشه، به بالا نیرو وارد کنیم نیرو سنج عددش کم میشه. هنوزم میگم یه سوال دارم الان بچه، میخوام سوال بفهمیم دیگه. حالا قانون سوم آرمین بذار کنار، بذار اول فهمش رو بنویسیم، فهمش رو بفهمیم. به قانون سوم رب داره حتما، ولی میشه فهمش اول بفهمیم بعد راجبش بحث کنیم؟ لطفا بحث رو با من پیش ببرید بچه. یه سوال دارم ازت، کی الان روی ترازوه بچه؟ چه کسی روی ترازوه، سیم یا آهنربا؟ آباریکلا، اون کسی که الان رو ترازوی آهن رباست. بچه جهت نیروی وارد به آهن ربا که به سمت پایین نیست. این نیروی اف نیروی چیه؟ وارد، نیروی وارد به سیمه نه آهن ربا. بچه نیروی وارد به سیم رو به پایینه. من اگه نیروی به آهن ربام که این نیروی اف که به آهن ربا وارد نشده که، نیروی آهن ربا به سیمه. میخوام یه مثال براتون بزنم بچه، شاید این درک رو بهتر کنه. یه لحظه منو نگاه کنید، سیم رو هوا فیکس شده بچه. الان فاطمه منظور رو بهتر درک میکنی. یه لحظه گوش کنید به من، خواهش میکنم گوش کنید لطفا. میخوام اینو درک کنید بچه، میخوام بعد از این کلاس، خیلی سخت آنلاین اینا رو درس دادن، مغناطیس و آنلاین درس دادن به خاطر سبودی بودنش سخته. من دارم تمام تلاشمو میکنم که این سوالو بفهمید، پس خواهش میکنم با من همکاری کنید. گوش کن، منو نگاه کن بچه. فرض کنید من روی ترازو وایسادم، من رو ترازو وایسادم مثل آهنربا، یه میله بار فیکسم بالا سرمه بچه ها. من میله رو میگیرم میکشم به سمت پایین. بچه ها ببینید جهت نیروی وارد به میله بار فیکس به سمت پایینه. بچه ها قبول دارید من اگه میله رو بکشم به سمت پایین برعکس خودم میرم به سمت بالا، عدد ترازو کم میشه؟ درکش میکنید؟ شما فرض کنید یه ترازو زیر پاتونه، همه تون احساس کنید بچه ها، فکر کنید یه دونه از این ترازوهای خونگی هست زیر پاتونه، یه میله یه بار فیکس هم بالا سرتونه. شما اگه میله رو بگیرید بکشید به سمت پایین، خودتون میرید به سمت بالا طبق قانون سوم نیوتن. چون بچه میله بار فیکسه رو ترازو نیست که، تو رو ترازویی. اگر میله به پایین بهش نیرو وارد بشه، برعکس به تو رو به بالا نیرو وارد میشه. به خاطر همینه که عدد ترازو کم میشه. حالا برعکس بگو اینم بچه، فرض کن دوباره من یه میله بار فیکس اینجا دارم، میله رو هل میدم به سمت بالا. بچه من میله رو هل میدم بالا، انگار خودم هم فرو میرم تو زمین دیگه. من میله رو هل میدم بالا، خودم هل داده میشم تو زمین، عدد ترازو چی میشه؟ زیاد میشه. حالا این که قدرت کندن اونو نداره. حالا منو نگاه کنید، الان اون چیزی که روی آهن، روی ترازو آهن رباست. اگر بچه آهن ربا سیمو بکشه به سمت پایین،
هم اندازه و مختلف الجهت هم سیم هم آهن ربا رو میکشه به بالا. این میشه نیروی وارد از نیروی وارد به آهن ربا. یعنی بچه وقتی آهن ربایی یک سیم رو میکشه به سمت پایین مثل میل بافیکس، خودش کشیده میشه به سمت بالا. این باعث میشه بچه ها که عدد ترازو کم شه یا زیاد شه؟ کم شه. این باعث میشه عدد ترازو کم شه. باریکلا بچه ها، چرا حفظ میخوای بکنی محمد حسین؟ ببین بابا جان، تو اینجوری فکر کن، ببین کدومشون رو ترازو هن. آهن ربا رو ترازوه، جهت نیروی وارد به سیم به سمت پایینه، پس جهت نیروی وارد به آهن ربا طبق قانون سوم رو به بالاست، مثل مثالی که بهتون زدم. اوکی؟ شما هم خسته نباشید، درجه یکا، شما هم خیلی شاگردای درجه یکی هستید. عدد نیروی سنج میشه MG منهای F میدان مغناطیسی. پس بچه ها من میتونم بگم جاگذاری بقیه جاگذاریه، عدد نیرو سنج مساوی است با MG 5 ضرب در 10 به توان منفی 1 ضرب در 10 منهای F میدان مغناطیسی. فرمولش چی بود بچه ها یادتونه؟ BIL سینوس آلفا، که اینجا میشه سینوس 90، میشه بیمون چنده؟ نیم 5 ضرب در 10 به توان منفی 1 ضرب در آی 4 ضرب در ال طولش 2 ضرب در 10 به توان منفی 1. این تیکه من چه حساب کنید میشود 5، این تیکه رو حساب کنید میشه 14، 5 منهای 14 میشه 4.6 نیوتن. شک نکنید بچه ها، شک نکنید، اگر برسم چشم، شک نکنید بچه ها، یعنی 1% هم شک نکنید. اگر جمله‌مو نگاه کنید، این سوال تو کنکور بیاد، هم 4.6 تو گزینه ها میذاره بچه ها، هم 5.14. برای کسایی که بیدقتی میکنن، حواسشون نیست، فکر میکنن نیروی وارد به سیم به سمت پایینه، پس باید عدد زیاد شه. من اگه بخوام توضیح اینو بنویسم، اگه آمادگیشو دارید من توضیح اینو بنویسم، حتما توضیح میدم. گوش کنید، با توجه بشه همان گونه که مشاهده میشود، اینجور بگیم، با توجه به این که جهت نیروی وارد از آهن ربا به سیم رو به پایین است، طبق با کلاسش اینه قانون سوم نیوتن، نیروی وارد از طبق قانون سوم نیروی وارد از سیم به آهن ربا رو به بالا است، هم اندازه و مختلف الجهت. من بچه جا باید بنویسم، بنویسم عباسیان و بارفیکس، که یادتون نره عباسیان و بارفیکس میگفت چی؟ میگفت اگه عباسیان بارفیکس رو بکشه به سمت پایین، خودش برعکس میره به سمت بالا. برعکس اگه عباسیان بارفیکس رو هل بده بالا، خودش میره به سمت پایین. همشو میذارم براتون، نگران نباشید. خب بچه ها، این هم میشه مثال همون عباسیان و چی گفتم؟ بارفیکس. که این باعث میشود عدد نیرو سنج افزایش یابد. بچه ها، این سوال ارزش اینو داشت، که این وقت رو براش بذارم و اینقدر دقیق بهتون یاد بدم.
امیدوارم که تونسته باشم مفهومش رو بهتون فهمونده باشم بچه‌ها. امیدوارم تونسته باشم مفهومش رو بهتون فهمونده باشم. یه نکته دیگه بگم بچه‌ها امروز بهتون، با توجه به وقتی که داریم یه نکته بهتون بگم. حیف امروز اینو بهتون درس ندم، واقعا حیفه. بله معمولا برای آهنربای علی شکل اینجوری میاد. فاطمه عزیزم بله خوشونید. خب منو نگاه کنید بچه‌ها، ما یک سری سوال داریم. شمال جنوب و غرب و شرق جغرافیایی توشونه. بچه‌ها ما یه سری سوال داریم توشون، شمال و جنوب و غرب و شرق جغرافیایی داریم. و یه چیزی هم بازم بهتون بگم بچه‌ها، من جلسه بعدی یه سوال بچه‌ها، شما جریان متناوب خوندید توی القا الان؟ خب بعضیاتون خوندید بعضیاتون نخوندید. یکی از قسمت‌هایی که معمولاً برای بچه‌ها سخته جریان متناوب و لنزه. سعی می‌کنم هفت جلسه بعدی رو بچه‌ها بذارم واسه متناوب و لنز. موافقی؟ اوکی. یه متناوب لنز درجه یک هم بهتون یاد میدم ایشالا. نه این دوشنبه که تکرار جلسه اوله برای کسایی که نیومده نتونسته بودن بیان. بعضی از بچه های عزیزم دانش آموزه عزیز و درجه یک هم نتونسته بودن این هفته بیان سر کلاس، اونو واسه اون گذاشتیم. دوشنبه انشالله میخواییم فوقلاده اگر بتونیم براتون بذاریم، برای قسمتی از مدار رو که بچه ها نتونسته بودن ساعت قبل بیان. خب بیاد اینجا الغاگر. بله فرمولش هست شده میذاریم حالا دیگه، زودتر میذارم چشم، همین هفته میذارم براتون الغاگر. بله برای بچه های تجربی هنزی به فرمولش خوش کن. منو نگاه کن، نظر معلمتونه تو سال 11 هم خیلی نظر معلمتون مهمه. بعضی از معلماتون میتونن متناوب هم حذف کنن، این دیگه نظر اوناست. اما منو نگاه کنید بچه ها، من یه سری سوال میخوام بهتون یاد بدم. فیلم های اینا رو هم میذارم براتون لینک. اینا رو بچه ها از پشتیبانی آموزشگاه بپرسید دیگه، پشتیبان های گروه هاتون اینا رو بهتون میگن. یه دقیقه بیایید بچه ها، کتاب درسی شما سوال های شمال جنوب غرب شرق جغرافیایی رو خیلی بد درس داده. کتابتون گفته هر وقت صحبت از شمال و جنوب و غرب و شرق و اینا شد به سمت شمال وایسید، به شمال بگید درونسو میشه شمال، برونسو میشه جنوب، این ور غرب و شرق و بالا و پایین. من اصلا خوشم نمیاد اینجوری، نمیگم اون روش غلطه، دیدگاه من با دیدگاه کتاب فرق داره، جوابمون در نهایت یکسانه. کتابم دیدگاه کتاب نیست، توی تمرین اینجوری حل کرده. من نظرم اینه بچه‌ها، شما هر وقت صحبت از شمال، جنوب، غرب، شرق شد، شما می‌دونید ما 6 جهت اصلی داریم که هممون می‌شناسیمشون: شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا، پایین. هر وقت صحبت از اینا شد بچه‌ها، فرض کنید رفتید از یه هلیکوپتر دارید از بالا نگاه می‌کنید. از بالا نگاه می‌کنید، من اینجا براتون می‌نویسم نقشه راهنما. این نقشه راه نمامونه. خب بچه من از بالا که نگاه میکنم انگار نقشه ایران جلوم بازه. بچه اینجا میشه چی؟ شمال. اینجا میشه جنوب. این ور میشه غرب. این ور میشه شرق. بچه دیگه مثل کتاب نگید شمال جنوب در اون سو برون سو. شما فرض کنید بچه من از بالا، انگار رفتید توی هلیکوپتر دارید از بالا زمین رو نگاه میکنید. از بالا که دارید نگاه میکنید، خب شمال رو دارید میبینید، جنوب رو دارید میبینید، غرب رو دارید میبینید، شرق. انگار یه نقشه جلوتون بازه. بچه ها از بالا که نگاه میکنیم به سمت پایین میشه درون سو، به سمت بالا میشه برون سو. اینو به عنوان یه نقشه راهنما یادتون باشه که در این سیستم درون سو یعنی به سمت پایین، برون سو یعنی به سمت بالا. پس بچه شمال و جنوب و غرب و شرق هیچ کدومشون نه درون سو هن نه برون سو هن. چرا؟ ما از بالا داریم یه سفر رو نگاه میکنیم، شمال، جنوب، غرب، شرق، به سمت پایین میشه درون سو، به سمت بالا میشه برون سو. خب این یه سوال حل کنم میرید قر نزن عرفان.
بچه‌ها میگه از یک سیم جریانی به سمت شمال عبور میکنه، اون نقشه راهنماست. حالا حل ما بچه‌ها، هر وقت صحبت از شمال و جنوب و غرب و شرق کرد، اینجا رو می‌نویسید شمال، اینجا رو می‌نویسید جنوب، اینجا رو می‌نویسید غرب، اینجا رو می‌ذارید شرق، و می‌دونید هیچ کدوم اینا نه در اون سوه نه بر اون سوه. میگه از یک سیم، خب، جریانی به سمت شمال عبور میکنه، آی به سمت شماله، این از آی. بچه ها تا اینجا شما مشکل نداری اوکی بدید؟ بچه ها اونی که معلمتون گفته رو فراموش کنید، اگه بلدید که بلدید، اگه نه راه منو یاد بگیرید، اگر اونو بلدید که بلدید، اگه نه راه منو یاد بگیرید دیگه، خواهش میکنم. نگاه کنید، یه جریانی به سمت شماله. بچه شمال در اون سو نیست، شمال به اون سو هم نیست. من از بالا نگاه میکنم، یک سیم جریانش به سمت شماله. میدان مغناطیسی گفته بی به سمت غربه، اینم بی میدان مغناطیسی به سمت غربه. میگه جهت نیروی وارد به سیم به کدام جهت خواهد بود؟ منو نگاه کن، چهار انگشتتون رو میذارید آی، ماجیک میشه بی، شست میشه اف. بچه ها اف میدان مغناطیسیمون میشه برونسو، اما تو این سیستم برونسو یعنی به سمت چی؟ بالا. برونسو یعنی بالا، در اونسو یعنی پایین. بله برونسو میشه، ولی تو این سیستم نقشه راهنما داریم دیگه، شمال جنوب غرب شرق رو که بگشید، در اونسو یعنی پایین، برونسو یعنی بالا. اگه فهمیدید اوکی به من میدید، من خیالم راحت شه. پس بچه ها اون روش رو فراموش کنید دیگه، اون روش رو فراموش کنید. یکی دیگه حل کنم بریم، یکی دیگه حل کنم بریم، یکی 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 یکی. بیا اینجا، اینم حیف حل نکنم. میگه از یک سیم که به سطح زمین عمود است، جریانی به سمت پایین عبور میکند، از طرف میدان زمین کدوم وری بهش نیرو وارد میشه؟ گزینه‌هاش اینه: یک، شمال، این تست بوده، دو، جنوب، سه، غرب، چهار، شرق. بچه برای حلش سری نقشمو میکشم، اینجا رو میذارم شمال، اینجا رو میذارم جنوب، این ور رو میذارم غرب، اینم شرق. میدونم تو این مدل سوالا که نقشه میکشم درونسو میشه پایین، برونسو میشه بالا. خودش گفته جریانی به سمت پایین عبور میکند، آی درونسوه. گفته از طرف میدان زمین، از طرف میدان زمین کدوم وری بهش نیرو وارد میشه؟ منو نگاه کن بچه ها، زمین آهنربای بزرگیست، یادتونه؟ زمین آهنربای بزرگیست که شمال آن قطب اس، جنوبش قطب انه. زمین آهنربای بزرگیست که شمال آن اس، جنوب آن انه. خبر خوشی برات دارم، سوالای میدان زمین هم میتونید با کفس برید، چون انو اسشو میدونید دیگه، شمالش اس، جنوبش انه. الان نگاه کن، جریان رو به پایین در اون سوه دیگه، چهار انگوش آی، کف دست رو بگیر سمت اس، اف میشه به سمت شرق. امیدوارم بچه های عزیزم این کلاس براتون مثمر ثمر بوده باشه، امیدوارم که از کلاس استفاده کرده باشید. سعی میکنیم چند جلسه درجه یک و خفن هم ایشالله داشته باشیم حالا با هم دیگه راجع به القا تو قسمت های دیگه. خدا قوت بش همه شما عزیزان، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم موفق و پیروز و سربلند باشید. خسته نباشید بچه، برای جلسه بعد میبینمتون.